سرخط خبرها. هندوستان پیشرفته ترین جدهای جنگی را تحویل جبهه مقاومت کرد. بمباران بزرگترین پایگاه نظامی طالبان در شمال توسط جبهه مقاومت. جبهه مقاومت، حمله تهاجمی طالبان در سالنگ شمالی دفع شد. منابع محلی، طالبان در مسیر پنجشیر توسط دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی می کنند. طالبان یک فرمانده تاجک تبار این گروه را خل سلاح کردند. یک مرد در فاریاب خواهر زنش را تیرباران کرد. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک مرد در فاریاب خواهر زنش را تیرباران کرد. منابع محلی در ولایت فاریاب میگویند که یک مرد در ولسوالی قرایی این ولایت خواهر زنش را تیرباران کرده است. منابع امروز شنبه 24 ثور به روزنامه 8 صبح میگویند که فرد به نام گلبودین در منطقه خوشباهی ولسوالی قرایی ولایت فاریاب خواهر همسرش را تیرباران و خود از صحه فرار کرده است. مقام های طالبان ضمن تایید این رویداد میگویند که تلاش ها برای بازداشت قاتل جریان دارد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، قتل های مرموز و جرایم جنایی به صورت بی پیشینه افزایش یافته است. طالبان یک تاجر را در کابل کشتن. منابع در ولایت کابل ادعا می کنند که نیروهای طالبان یک تاجر را در سایه خیرخانه شهر کابل با شلیک گلوله کشتند. منابع شنبه 24 ثور به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان محمد هادی امیری، مشهور به ببرک امیری را در یکی از ایستهای بازرسیشان در کابل کشتند. طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، افراد این گروه بارها در ایست بازرسی هایشان بالای غیر نظامیان شلیک کردند که سبب کشته شدن چند تن شده است. طالبان یک فرمانده تاجک تبار این گروه را خل سلاح کردند. منابع در ولایت بادغیس از خل سلاح کردن یک فرمانده تاجک تبار این گروه خبر دادند. به گزارش سپوتنیک، پیام آزادی مربوط به جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که طالبان یک فرمانده تاجک تبار را با افرادش خل سلاح کردند. منابع در بادخیز گفتند که فرمانده حلیم، یکی از فرماندهان تاجک تبار گروه طالبان در ولایت بادخیز، با تمام افراد تحت امرش توسط این گروه خل سلاح شده است. پیش از این منابع محلی گفته بودند که نیروهای طالبان عبدالقادر ولسوال طالبان برای ولسوالی دشقلی تخار و از فرماندهان قدرتمند ازبک تبار را از ولسوالی خوجغار این ولایت بازداشت کردند. منابع محلی، طالبان در مسیر پنجشیر توسط دستگاه بایومتریک نظامیان پیشین را شناسایی می کنند. منابع محلی میگویند که طالبان در مسیر پنجشیر به هدف شناسایی نظامیان حکومت پیشین ایزهای بازرسی ایجاد کردند. منابع با فرستادن نوار صوتی به روزنامه 8 صبح میگویند که از صبح روز شنبه 24 ثور به این سو، طالبان در سایه دالاسنگ ولسوالی شتل این ولایت مسافران را بایومتریک میکنند. به گفته آنان، تا اکنون چندین نظامی حکومت پیشین توسط دستگاه های بایومتریک در این مسیر شناسایی و از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. جبهه مقاومت، حمله تهاجمی طالبان در سالنگ شمالی دفع شد. یک فرمانده محلی جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که حمله تهاجمی طالبان بر یک بازگاه آنان در سالنگ شمالی را دفع کردند. این فرمانده محلی امروز شنبه 24 ثور به روزنامه 8 صبح میگوید که بعد از چاشت امروز، هنگامی که طالبان میخواستند از راه سالنگ شمالی به سوی پنجشیر بروند،
با آنان درگیر شدند. این فرمانده محلی جبهه مقاومت ملی میگوید که در این درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد شده است. او همچنان ادعا کرده است که در این درگیری دو دوربین شب‌بین، یک دوربین روز و چند میل اسلحه طالبان را به دست آوردند. گفتنی است که در هفته‌های پسین درگیری‌های مسلحانه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادگان در ولایت‌های شمال کابل، پنجشیر، بغلان و تخار افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، طالبان در پنجشیر، بغلان و تخار شمار از غیر نظامیان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی تیرباران کردند. در تازه‌ترین مورد، شب گذشته یک تن را در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان به اتهام همکاری با این جبهه کشتند. طالبان در غور 3 تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. منابع در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند که طالبان 3 تن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. این منابع شنبه 24 ثور به روزنامه 8 صبح میگویند که 2 تن از این مردان بازداشت شده از منطقه مرغاب ولایت غور و 1 تن دیگر آن از مرکز این ولایت است. یک تن از باشندگان شهر فیروزکوه که نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که فرد مستحب به قوم امری عبدالخالق نام دارد و مدت 2 روز میشود که در بند طالبان بسر میبرد. این منبع اما از افراد بازداشت شده مرغابی نامی نمیبرد. این در حال است که طالبان هفته گذشته چندین تن را در ولسوالی توریه این ولایت نیست به شدت لط و کوب کرده و از آنها سلاح خواسته بودند. هندوستان پیشرفته ترین جیدهای جنگی را تحویل جبهه مقاومت ملی کرده است. جیدهای جبهه مقاومت ملی هندوستان 4 فروند جید جنگی به جبهه مقاومت ملی کمک نظامی کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با تشکر از کمک‌های همیشگی هندوستان این کمک‌ها را مؤثر خواند و گفته با وارد شدن این جیدها در میدان جنگ شکست طالبان حتمی است و از کشور دیگر نیز تقاضای کمک نظامی نمود. بمباران بزرگترین پایگاه نظامی طالبان در شمال توسط جبهه مقاومت. خبر تازه. منابع از ولایت پروان اطلاع می‌دهند که یک هواپیمای نظامی برخی قرارگاه طالبان را از گلبهار تا چاروکار بمباران کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.